با درود به شما دوستان گرامی، مبانی کامپیوتر قسمت چهارم رو آغاز میکنیم و در این قسمت به بررسی اساس کار حافظه های کامپیوتر میپردازیم. برای اینکه ببینیم که به چه شکلی حافظه های کامپیوتر اطلاعات بشری رو ذخیره میکنن، برمیگردیم به کامپیوترهای اولیه که در دهه 50 و 60 وجود داشت و در این کامپیوترها در واقع حافظه های کامپیوتر از حلقه های مغناطیسی یا مگنتیک کور تشکیل می شود. اگرچه امروز از این حلقه استفاده نمی شه، ولی اساس کار حافظه های کامپیوتر دقیقا مانند همین حلقه های مغناطیسی است. یعنی اگر ما این مفهوم رو یاد بگیریم، مفهوم نحوه ذخیره اطلاعات در حافظه ها رو متوجه می شیم. این حلقه‌های مغناطیسی بسیار بسیار ریز بودن و با چشم قابل رؤیت نیستن و بر اساس جهت جریان سیمی که از درون حلقه رد میشه، میدان‌های مغناطیسی به وجود میاد که تحت تأثیر این میدان‌ها چرخش‌های دوگانه در حلقه به وجود میاد. به عنوان مثال در شکل شماره 1 اگر دقت کنید، از این حلقه، از وسط این حلقه یک سیم عبور کرده. جریان مغناطیسی که جریان الکتریکی از این سیم میگذره، اگر در این جهت باشه، بر اساس میدان مغناطیسی که ایجاد میشه، حلقه ما در جهت عقربه‌های ساعت میچرخه. و در شکل بعدی اگر جریان الکتریسیته در جهت عکس باشه، چرخش این حلقه هم در خلاف جهت عقربه‌های ساعت خواهد. بنابراین حلقه ما یا در جهت عقربه‌های ساعت داره میچرخه یا برخلاف اون. از این دو حالت خارج نیست. انسان اومده یک قرارداد گذاشته. گفته اگر این حلقه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخه، اصطلاحاً بهش میگم یک. اگر برخلاف جهت عقربه‌های ساعت بگرده، اصطلاحاً بهش میگم صفر. یعنی مفهوم صفر و یک در واقع در حافظه‌های کامپیوتر و در کامپیوتر از اینجا نشأت میگیره. یک قراردادیه که انسان گذاشته بر اساس چرخشی که این حلقه‌ها دارن. و مفهوم بیت از اونجا پدید میاد که اگر ما در نظر بگیریم که هر حلقه میتونه دو حالت رو نشون بده، یا صفر یا یک، بنابراین کوچکترین واحد حافظه کامپیوتر یک بیت خواهد بود که یک بیت نمایش دهنده صفر یا یک هست. دو حالت رو یک بیت نشون میده. برای همین هم هست که میگن سیستم حافظه کامپیوتر بر اساس سیستم دودویی یا باینری کار میکنه. بنابراین بیت کوچکترین واحد حافظه است که میتونه به قول معروف اینفورمیشن در خودش نگهداری کنه، ولی دو حالت هست، یا صفر یا یکه، یا خاموشه یا روشنه. حالا شما در نظر بگین اگر جنس حافظه عوض شه، از مدارهای مجتمع که امروز استفاده میشه استفاده بشه و از حلقه استفاده نشه، باز هم مفهوم بیت همون خواهد، یعنی صفر و یک، کوچکترین واحد حافظه. بنابراین یک حلقه نشون دهنده دو حالته. این یک حلقه در واقع یک بیت اطلاعات رو نشون میده. بیت هم بهش میگن باینری دیجیت، از مخفف. اگر دو تا بیت داشته باشیم، با دو بیت ما چهار حالت رو میتونیم نشون بدیم. الان در این شکل شما در نظر بگیرید که اگر فرض کنیم هر حلقه رو به شکل یک لامپ در نظر بگیریم، این لامپ دو حالت بیشتر نداره، یا خاموشه یا روشن. اگر دو تا بیت رو کنار هم بذاریم چهار حالت داریم، یا هر دو لامپ خاموشه، یا اولی خاموشه دومی روشنه، یا اولی روشنه دومی خاموشه، و یا هر دو لامپ روشن هستن. بنابراین ما با دو تا لامپ چهار حالت رو میتونیم نمایش بدیم. حالا اگر سه تا لامپ داشته باشیم، یا سه تا از اون حلقه ها در نظر بگیریم داشته باشیم،
چند حالت رو میتونیم نمایش بدیم. در واقع 3 بیت نشون دهنده 8 حالت. همونطوری که در این شکل میبینید، این 3 تا لامپ رو شکل‌های مختلفش در نظر میگیریم و میبینیم که با 3 لامپ یا 3 حلقه یا 3 بیت ما میتونیم که 8 حالت رو نشون بدیم. فرمولی که هست اینه که اگر ما تعداد بیت ها رو، در واقع تعداد لامپ ها رو یا تعداد حلقه ها رو n در نظر بگیریم، تعداد حالت ها رو m در نظر بگیریم، تعداد حالت ها برابر هست با 2 به توان تعداد بیت ها. یعنی اگر ما 2 تا بیت داشته باشیم، 2 به توان 2 میشه 4 حالت. اگر 3 بیت داشته باشیم، 2 به توان 3 میشه 8 حالت. اگر 4 بیت داشته باشیم، 2 به توان 4 میشه 16 حالت. بنابراین با تعداد بیت ها طبق این فرمولی که میبینین، حالت های مختلف رو میتونیم نمایش بدیم. مفهوم کرکتر که انسان استفاده میکنه، ما در زبان خودمون یک سری حروف داریم، یک سری اعداد داریم، یک سری سمبل هایی داریم و هر کدوم اینها میگیم کرکتر. مثلا کرکتر آی بزرگ، کرکتر آی کوچیک، کرکتر مثلا 9، کرکتر دالر یا کرکتر کوتیشن مارک. اینا کرکترهای مختلفه، هر کدوم اینا رو ما میگیم یک کرکتر. اومدن حساب کردن، دیدن که اگر بیایم 8 تا بیت رو کنار هم قرار بدیم، 256 حالت، یعنی 2 به توان 8 حالت رو خواهیم داشت. یعنی 256 تا سمبل رو ما میتونیم کد بندی کنیم با این 8 بیت، که هر سمبل کد منحصر به فرد خودش داشته باشه. به عنوان مثال، و این قبل از اینکه مثال بگیم، این تعدادی هم که گرفتیم کافی هستش، حتی بیشتر هم هست از اون چیزی که مد نظره. برای همین مثلا فرضاً کرکتر آ رو اگه در نظر بگیریم، 8 تا بیت نشون دهنده این کرکتره که این بیت ها یا حلقه ها به این شکل کنار همدیگه قرار میگیرن. اولی مثلا در جهت عقربای ساعت میچرخه، دومی برخلاف جهت عقربای ساعت میچرخه یا اصطلاحا خاموشه، سومی به همین ترتیب و تا آخر. بنابراین ما یک کرکتر رو با 8 بیت نشون میدیم. شما وقتی کرکتر آ رو میزنید توی کامپیوتر، این کرکتر آ 8 تا از این حلقه ها یا 8 بیت رو در حافظه ذخیره میکنه. این 8 بیت رو اصطلاحاً بهش میگن بایت. بنابراین هر کرکتر در یک بایت ذخیره میشه. پس یک بایت نمایش دهنده یک کرکتر هستش و یکی از واحدهای حافظه است. بنابراین ما تا الان دو تا از واحدهای حافظه رو شناسایی کردیم. یکی بیت بود که در واقع گفتیم که 2 حالت داره، و یکی بایت که با هر بایت یک سمبل یا یک کرکتر رو میتونه نمایش بده. به عنوان مثال در اینجا نوشته شده که یک جمله نوشته شده و ما می‌خوایم ببینیم که این جمله چند کرکتر رو در حافظه ذخیره، چند بایت رو در حافظه ذخیره می‌کنه. در نظر بگیریم This is a book. این میشه یک کرکتر، 2 3 4 5. خود فاصله یا اسپیس یا اصطلاحاً در کامپیوتر میگن بلانک، خود این یک کرکتر. بعد 6 7 دوباره 8 9 10 11 12 13 14 و خود نقطه هم میشه 15، یک کرکتر حساب میشه. بنابراین اگر دقت کنید در اینجا میبینیم که در حافظه ما این عبارت رو شما وقتی تایپ میکنید، این عبارت 15 بایت جا یا فضا اشغال میکنه. در واقع 15 ضرب در 8 بیت جا
جا اشغال میکنه در حافظه. توی واحدهای حافظه به هر 1024 بایت اصطلاحاً 1 کیلو بایت میده. این کلمه کیلو از 1000 میاد، مثل مثلا گرم شما بعد میگین 1 کیلو گرم، 1000 گرم میشه 1 کیلو گرم. اینم به همین شکل، چون عدد 1024 نزدیک به 1000 هست، برای همین مثلا میگن 1000 بایت میشه 1 کیلو بایت. در واقع این 1024 رو چرا نمیگن 1000؟ به خاطر اینکه در کامپیوتر همه چیز سیستم دو دویی، توانی از دوه و 1024 به معنی دو به توان ده. به اون ما زیاد کاری نداریم، نمیخوایم وارد اون داستان بشیم، ولی فقط اینو بدونیم که هر 1024 بایت رو اصطلاحاً 1 کیلو بایت بهش میگن. واحد های حافظه رو که در نظر بگیریم، بنابراین 1 بایت برابر با 8 بیت، 1 کیلو بایت برابر 1024 بایت، 1 مگابایت برابر 1024 کیلو بایت، 1 گیگابایت برابر 1024 مگابایت، 1 ترابایت برابر 1024 گیگابایت، 1 پتابایت برابر 1024 ترابایت، و در نهایت تا الان 1 اگزابایت برابر 1024 پتابایت. این جدول واحدهای حافظه است که بد نیست در موردش اطلاعات. تبدیل واحدها به هم دیگه هم خیلی ساده است. مثلا در نظر بگیریم اگر شما جایی میبینیم که نوشته شده 12135 بایت، این اگه بخوایم تبدیلش کنیم، در واقع سه رقم اولش که 1000 رو نشون میده به عنوان کیلو در نظر بگیریم، میشه 12 کیلو بایت. یعنی 12135 بایت تقریبا برابر با 12 کیلو بایت. یا مثلا 15,214,021 بایت تقریبا برابر 15 مگابایت. سه تا رقم اول برای کیلو هست، سه تا رقم بعدی مگا. یا مثلا 15,954 بایت تقریبا برابر 16 کیلوبایت. چرا؟ چون این 954 خیلی نزدیک به 1000، یعنی خودش یک حساب میشه، برای همین میگن تقریبا 16 کیلوبایت. همونطوری هم که گفتیم، امروزه در کامپیوترهای شخصی به جای استفاده از حلقه‌های مغناطیسی از ترکیب مدارات روی یک تراشه حاوی ماده نیمه حادی سیلیکون بهره گرفته میشه. برای این تبدیل واحدها بود. و مطلب بعدی جدول ASCII هست که بهش میگن American Standard Code for Information Interchange. همونطوری گفتیم ما با 8 بیت میتونیم 256 کرکتر رو نمایش بدیم و هر کرکتر در واقع کد منحصر به فرد خودشو داره که انسان اومده براش یک قراردادی گذاشته. مثلا کرکتر A میبینیم که کدش این هستش. این جدول ASCII در واقع تمام سمبول ها درشه و کد این سمبول ها در این جدول قرار گرفته. به عنوان مثال اگر اینو یه مقدار بزرگترش بکنیم که بهتر دیده بشه، این یک جدول ASCIIه. مثلا فرضاً عدد A همونطوری که میبینید در این قسمت بیت های 1, 2, 3, 4 هست، در قسمت پایین برای عدد با اینجا نشون داده میشه 1, 0, 0, 0 و بیت های 7, 6, 5 یا 5, 6, 7 هم به این شکل در اینجا اومده. در واقع کد عدد A میشه 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. این جدولیه که به عنوان جدول ASCII معروفه و توی کامپیوتر وجود داره. و در جلسه بعد ما به بررسی انواع حافظه‌های کامپیوتر می‌پردازیم.